خب ببینیم سوالمون چی میگه. میگه مقدار ام گرم فلز سدیم خالص در 500 میلی لیتر آب انداختیم. اگر تمامی سدیم طی 5 دقیقه مصرف شده باشد و قدرت سدیم هیدروکسید برابر 400 مول بر لیتر باشد، سرعت متوسط تولید گاز H2 بر حسب لیتر بر دقیقه کدام است؟ شرایط CP تغییر حجم نداریم و معادله رو گفته موازنه کنید. خب موازنه معادله رو ببینید، اینکه ضریب 2 میدم به Na، با H2 ضریب 2 میدم، NaOH هم ضریب 2 و H2 هم ضریب 1 میگیره. خب این از موازنه معادلم. خوب دقت بکن، گفته که غلظت سدیم هیدروکسید تولید شده برابر با چقدره؟ 400 مول بر لیتر. حجمم چقدره؟ نیم لیتر. خوب نگاه کن، اگر بیام غلظت رو ضرب در حجم بکنم که 500 میلی لیتر باشه میشه نیم لیتر، مقدار مول سدیم چی؟ سدیم هیدروکسید تولیدی رو به دست میارم. پس در نظر بگیرید که میشه چقدر؟ 5 در واقع نیم لیتر دارم، ضرب در چقدر؟ 400 میشه مقدار مول NaOH تولیدی. خب 5 4 تا میشه 20 تا، 3 تا دونه ممیز دارم که میشه چقدر؟ میشه 200. خب 200 مول چیه این؟ این NaOH چه تولیدیه. مقدارشو به دست آوردم. با توجه به ضرب استیکیومتری من اگر 200 مول NaOH تولید شده باشه، باید به من چی داده باشه؟ باید به من مقدار 100 مول H2 داده باشه. چرا؟ چون نسبت ضربشون 1/2. خب 100 مول H2 دارم، چیو خواسته؟ 5 دقیقه مدت زمان واکنش بوده، سرعت واکنش رو بر حسب لیتر بر دقیقه خواسته، شرایطم STP مول رو دارم، تغییرات مول ضرب داره. آره H2 رو خواسته، در واقع 100 مول تولیدی داشتم ضرب داره STP میکنم، حجم STP 22.4 لیتر تقسیم بر مدت زمان. مدت زمانم چقدر بچه‌ها؟ 5 دقیقه است. خب این میشه چی؟ برابر میشه با، خب این که میشه 10 به توان در واقع برابر میشه با 10 به توان منفی 224 تقسیم بر 5 ضرب در 10 به توان منفی 3 میشه، که این 224 تقسیم بر 5 برابر میشه با 44 ممیز 8 دام ضرب در 10 به توان منفی 3 که برابر میشه با چی؟ 4 ممیز 48 دام ضرب در 10 به توان منفی 2. یعنی جوابتون گزینه 3 میشه.